سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب، آیات 6 و 7 سوره طارق. میگه انسان از یک آب جهنده آفریده شده است، آبی که از میان پشت و سینه ها خارج می شود. بر سر آیه 6 بحثی نیست، اما آیه 7 رو مخالفان قرآن اشتباه و حاکی از بیسوادی گوینده ی آیه می دونند و طرفداران قرآن اون رو اصلا معجزه و حاکی از تسلط بر علم آناتومی و فیزیولوژی بدن می دونند. و همین اختلاف آراء بحث بر سر این آیه رو حسابی داغ کرده. خب اول بگذارید ببینیم علم چی میگه. طبق علم سلول‌های زایای اولیه که در دوران جنینی به وجود اومدند در بیضه‌ها غیر فعال میمونند تا دوران بلوغ، که بعد از اون به تدریج شروع به تقسیم میکنند تا اسپرم رو بسازند. بعد اسپرم در لوله‌هایی به نام اپیدیدیم در پشت بیضه‌ها ذخیره میشه و بعد از 2 روز و نیم بالغ میشه، یعنی به اندازه‌ای کامل میشه که توانایی لقاح داشته باشه. در انسان برای این مراحل دمای 37 درجه بدن زیاده، برای همین عملاً بیضه‌ها در بیرون بدن قرار دارند. پس اسپرم سازی و ذخیره اسپرم ها در بیضه ها صورت میگیره. یک جفت قده ساخت منی به همراه قده پروستات هم مایه ای رو میسازند که برای تغذیه و انتقال اسپرم لازمه. اونها دیگه داخل بدن در پشت و زیر مثانه قرار دارند. اینها مایه منی رو تشکیل میدن، یعنی اسپرم به علاوه ترشحات منی. اما فعالیت های جنسی محدود به تولید مایه منی نیست، مثلا هورمون های جنسی مختلفی هم ترشح میشه که در فعالیت جنسی نقش دارند، از جمله هورمون تستوسترون که بیش از 95% اون هم در بیضه ها تولید میشه و کمتر از 5% هم در غدد فوق کلیوی این هورمون تولید میشه. و هورمون هایی هم از هیپوتالاموس و هیپوفیز مغز هم تولید میشند که هورمون های جنسی رو تنظیم میکنند. این شرح مختصر مطلب بود. حالا برگردیم به قرآن. منظور از آب جهنده قاعدتا منی هست، اما اینکه منی از میان پشت و سینه ها خارج میشه اصلا به واقعیت شباهتی نداره، کاملا اشتباهه و قابل توجیه هم نیست. به طوری که مترجمین قرآن سردرگم شدند، چطوری معنا کنند؟ من تمام معانی مترجمین سایت تنزیل رو نگاه کردم. 5 تاشون فقط گفتند که از میان پشت و سینه ها بیرون میاد. 5 تای دیگه شون گفتن از صلب مرد و از میان استخوان‌های سینه زن بیرون میاد. یک مترجم هم اصلا هر دو رو به زن نسبت داده و گفته و پس از رشد کامل در رحم از میان پشت و استخوان‌های سینه مادر می‌گذرد و بیرون می‌آید. یعنی معلومه که خودشون هم نمیدونن که دقیقاً قرآن منظورش چی بوده. آب جهنده رو گفته، سلول نر و ماده رو گفته، یا اصلاً جنین رو گفته. نمیدونن چی گفته، اما میدونن هر چی که گفته معجزه گفته. سایت های اسلامی اومدن معانی کلمات عربی رو عوض کردند، اومدن به اون انتهای دنبالچه ستون فقرات گفتن صلب به اون میگن و بیضه ها رو هم نشون دادند، گفتند ترائب هم به این میگن. کی به کیه؟ یه عده هم گفتند ترائب منظور 2 استخوان مساوی است، استخوان‌های ران هم با هم مساوی هن دیگه. انگار بقیه استخوان‌های بدن هیچ کدومشون مساوی نیستن، فقط استخوان ران مساویه. پس ترائب منظورش استخوان سینه نیست، بلکه منظور بیضه ها هست که بین ران هاست. عجب معجزه ای شد. حالا بگذارید یک نگاهی هم به قاموس المعانی بندازیم. ترائب به معنای عظام و صدر، استخوان‌های سینه هست. ترقوتین استخوان‌های ترقوه رو میگند، اینجاست. و هی موضع القلاده، موضع گردنبند، بالای سینه هست. در لغتنامه در ترجمه فارسی هم بالای سینه ترجمه کردند، نه استخوان‌های ران.
در شبکه ماهواره نور آقای سجودی عزیز گفته که ما قبول داریم که ترائب استخوان محل گردنبند رو میگن. خب این خیلی خوبه، در جمع دینداران یک نفر منصف هم پیدا بشه و معنی لغوی عربی قاموس المعانی رو بپذیره. دمش گرم. ولی در عوض آقای سجودی میاد و محل تولید منی رو از بیزه ها میکشه بالا تا اون بالای ناف، وصلش میکنه به قده های فوق کلیه. این بیزای انسان هم هر سلولی رو چی نمیکنه، سلول رو کنترلش از همین بیزای بالای قده فوق کلیوی هستش، به اصطلاح بالای کلیه هست، اون انجام میده. این چیزی است که علم امروز کشفش کرده تا حالا. گفتیم که یک ذره از هورمون تستوسترون از قده فوق کلیه ترشح میشه، مثل اینکه خدا منی و اسپرم و بیش از 95% از تستوسترون بدن رو که در بیزه ها تولید میشه کار نداشته و رفته اشاره کرده به اون کمتر از 5% هورمون قده فوق کلیوی. میگه انسان از آب جهنده خلق شده، منظور خدا اون مقدار هورمون فوق کلیوی بوده. بعض این معجزه. اما حالا باز تا استخوان گردن خیلی فاصله است. آقای سجودی اومده اون موضع گردنبند رو که از این گردنبندهای بلند زنانه در نظر گرفته، همچین کشیدش پایین تا زیر ناف. بعد اون یه ذره هورمون به جای آب منی در بین پشت مرد و همچنین استخوان ترقوه که نه گردنبند بلند زنانه در گردن مردان تا این پایین ناف، اونجا میشه آبی که از میان پشت و سینه ها خارج میشه. آره جمیعا خسته نباشن دینداران پرتلاش، جزاک الله خیرا. یعنی اگه کسی بگه منی در سینه تولید میشه، خب باید بگیم بی سواده، خیلی بی سواده. اما اگه کسی میخواد بگه منی در بیزه تولید میشه، اما آدرس بیزه رو از استخوان ترقوه از بالای سینه و پشت میده، دیگه باید در عقل شک کرده. خب یک کلام قرآن به جای صلب و ترائب میگفت لولتون فی بیزه. اون وقت مسلمون ها که اینو گفتن معجزه، دیگه حساب کنید اونو چی میگفتند، دیگه از کول ما پایین نمی اومدند. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من زئوس هستم.